پشیمانی بسته میشه همه و همه در چارچوب مصالح ملی است و کسی تصور دیگری در ذهنش نباشد. مراسم سالگرد انقلاب زیر سایه اختلاف بر سر مذاکره با آمریکا. تهران هشدار داده فرصت واشنگتن رو به پایان است. هر بار درباره ختنه زنان میشنوم یا چیزی میخونم، دردی که تو بچگی تحمل کردم دوباره از اول میاد سراغم. درد اون تیغ تیز بدون بیهسی یا بیهوشی. روز مقابله با ناقص سازی اندام جنسی زنان، نگاهی به سنتی که به دغدغه‌ای بین المللی تبدیل شده. و اولین حضور مهاجران افغان در جشنواره ورزش زمستانی تاجیکستان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. مقام‌های ایران 42 سالگرد انقلاب را در شرایطی برگزار کردند که بحران هسته‌ای و مذاکره با آمریکا برای پایان دادن به تحریم‌ها دوباره اختلاف‌های داخلی را افزایش داده. رئیس جمهوری در سخنانی بر لزوم مذاکره تاکید کرد. سخنانی خطاب به مخالفان داخلی‌اش. حرف‌های هفته پیش وزیر اطلاعات هم که گفته بود ایران ممکن است زیر فشارهای بین‌المللی به طرف ساخت سلاح هسته‌ای برود، در داخل و خارج ایران واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. در شرایطی که بسیاری در ایران چشم امید به واشنگتن بستند که کی و چطور تحریم‌های ایران را متوقف می‌کند، نشانه‌هایی در آمریکا به چشم می‌خورد که جو بایدن چندان عجله‌ای به بازگشت به برجام ندارد و به راحتی تن به خواسته‌های تهران نمی‌دهد. جزئیات بیشتر از کسرا ناجی. اون روزی که ما شاهد باشیم 5+1 به تعهدات خود عمل کرده اند. سایه سنگین بحران هسته‌ای در این 42 سالگرد انقلاب، سالگردی سوت و کور که به علت نگرانی ها از امکان اوج تازه همگیری بیماری کووید 19 عمدتا از راه دور یا مجازی و ویدیویی برگزار شد. اگرچه خیلی از طرفداران حکومت این بار نه پیاده که با ماشین و موتور به خیابان ها آمدند. مذاکره چیز منفی نیست. مذاکره جزو لوازم یک دولت و حکمرانی مدرن دنیای امروز و نه امروز که ارث پیامبر بزرگ اسلام است. اینجا رئیس جمهوری در سخنانی در این سالگرد، در شرایطی که ایران زیر شدیدترین تحریم هاست، از نیاز به مذاکره صحبت میکند. سخنانی خطاب به تندروهای داخلی که او را سازشکار میدانند و ضعیف. اگرچه او اینجا گفت ایران تنها هنگامی به تعهداتش در توافق هسته‌ای برمیگردد که قدرت‌های جهانی اول به تعهداتشان برگشته باشند. نوعی مذاکره از طریق رسانه‌ها. این مخالفان رئیس جمهوری و مذاکره، افراد بسیج و شعار مرگ بر روحانی، کسانی که 42 سال بعد صاحبان تسخیری این انقلاب شدند، کسانی که سرنوشت کشور را رقم می‌زنند. With the new administration in Washington, وزیر خارجه هم پیامی داشت به انگلیسی. But the current window is fleeting. پیامی ظاهراً خطاب به همتایانش در غرب و به خصوص در آمریکا. محمد جواد ظریف گفت فرصت زیادی نمانده. به زودی دولت ایران بر اساس مصوبه مجلس موظف است که همکاری‌هایش را با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش دهد. چیزی که آمریکا آن را نوعی تهدید تلقی خواهد کرد. تهدید به دور شدن هرچه بیشتر از توافق هسته‌ای. صنعت هسته‌ای ما صنعت صلح‌آمیز مقام معظم رهبری صراحتاً در فتوا. این تهدید بعد از سخنان دو شب پیش وزیر اطلاعات که برای اولین بار از تریبون اصلی کشور از امکان ساخت بمب اتمی از سوی ایران سخن گفت. یک گربه را اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه‌ای که آزاده اون رفتار رو انجام نمیده. اگر ایران به اون سمت‌ها هل بدن وقت تقصیر ایران نیست. سخنانی با تبعات زیاد و از جمله بی‌خاصیت کردن فتوای رهبر کشور. این خبرنگاران دیشب در جلسه خبری سخنگوی کاخ سفید. هنوز برای ما معلوم نیست که محمود علوی از جانب خودش صحبت می‌کرد یا از جانب کسان دیگری. ما البته به این سخنان که بسیار نگران کننده است توجه کردیم. این را هم در نظر داریم که ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای نباید هیچ وقت به طرف سلاح هسته‌ای برود.
سخنگوی وزارت خارجه به خطر موشکی ایران هم اشاره کرد. او گفت آمریکا از انواع ابزارهایی که در اختیار دارد برای جلوگیری از گسترش خطر موشکی ایران استفاده خواهد کرد. این در پاسخ به سوالی درباره گزارشی منتشر نشده از سوی سازمان ملل که ظاهرا از همکاری‌های نزدیک ایران با کره شمالی در زمینه ساخت موشک پرده برمی‌دارد. گزارشی که حالا ایران را به منزوی‌ترین کشور دنیا گره می‌زند. در این سالگرد انقلاب سرنوشت کشور در سایه انزوا و تحریم و جنگ در گروه رابطه و مذاکره با آمریکا است. کسرا نجی بی بی سی. در میان 4 محکوم دادگاهی که به تازگی در بلژیک برای رسیدگی به پرونده طرح بمب‌گذاری در همایش سالانه مجاهدین برگزار شد، یک شاعر هم دیده می شود. شاعری ایرانی که کتابهایش را به فارسی منتشر می کرد و شعرهایش به زبانهای انگلیسی و فرانسه هم ترجمه شده. مهرداد عارفانی برای مهاجران علاقمند به شعر معاصر فارسی نامی آشنا بود. همکارم علی خردبیر گزارشی درباره او تهیه کرده که می بینیم. من جهان من در رابطه با شعر جهان نبرد ساختارهاست، ساختارهایی که من میبینم خودش تبدیل به یک شعر شده. چهره ای شناخته شده میان مهاجران ایرانی علاقمند به ادبیات در اروپا. متولد مرداد 1342 در شهسوار، پناهنده سیاسی در بلژیک. شاعری 57 ساله که از صلح میگفت. به شجریان میگوییم برای ما چپها ربنا بخواند، بعد طالبان بیاید دستار روی زمین، نمازش را لیوان به لیوان شود با کفر. و از سر خشم از حکومت به زبان کنایه دلتنگ زندان اوین می شد. دلمان تنگ شده برای شبهای اوین، کهریزک، سیگار شیراز زرین، نصف نصف توی تاریکی مثل فانوس، توی این دست میرفت و توی آن دست. او حالا به جرم همکاری در یک طرح بمب‌گذاری در حومه پاریس در دادگاهی در بلژیک به 17 سال زندان محکوم شده. مهرداد عارفانی که شعر مینوشت و دکلمه میکرد و در محافل ادبی به نقد متن مینشست، امروز یکی از محکومان پرونده برنامه ریزی برای بمب‌گذاری در گرد همایی سالانه مجاهدین خلق در فرانسه است. اسدالله اسدی دیپلمات سفارت ایران در اتریش در کنار امیر سعدونی و نسیم نعامی، 3 محکوم دیگر طراحی انفجار این گرد همایی با 500 گرم مواد منفجره هستند. پرونده‌ای که از سال 2018 دستگاه امنیتی چند کشور را در اروپا به خود مشغول کرد و سرانجام محکومیت اولین دیپلمات حکومت ایران را در اروپا رقم زد. مهرداد عارفانی به جرم هدایت و نظارت بر 2 عامل دیگر این طرح در پاریس دستگیر و به بلژیک مسترد شد. 15 سال بیشتر نداشت که به فعالیت سیاسی روی آورد. گرایشی که 3 سال بعد در سال پرتب و تاب 1360 به بازداشت و زندانی شدنش انجامید. دلیل زندانی شدنش هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. 6 سال بعد از ایران به اتحاد جماهیر شوروی گریخت. این مهاجرت اما چند ماهی بیشتر به طول نینجامید و بازگشت. از 30 سالگی به ادبیات رو آورد و شعر نوشت. می گفت که از 1372 حدود 5 سالی را در کرج زندگی می کرده و به آموزش تعمیر کولرهای گازی مشغول بوده. 1379 یک بار دیگر به قصد مهاجرت از مرز ایران گذشت. این بار به استانبول، سپس سارایوو و ایتالیا رفت و سرآخر هم از بلژیک سر در آورد. مهمان ناخوانده در سرزمین میزبان دامن شعر را رها نکرد. به فارسی می نوشت و کتابهایش را منتشر می کرد. عضو بنیاد بین المللی شعر شد و شعرش به زبانهای دیگر هم ترجمه شد. مجاز مرسل رو ما در ادبیات خودمون نوع خاصی تعریف میکنیم. شاعر گریخته از زادگاه برای امرار معاش از محافل کوچک ادبی و سیاسی فیلم برداری میکرد. با این حال میگویند که از مجاهدین برای کارش دستمزدی نمیگرفت. سرسختان علیه حکومت ایران حرف میزد و خود را تبعیدی مینامید. عارفانی برای هواداری از همان تشکلی در ایران زندانی شده بود که 37 سال بعد
به همدستی در تلاش بمب‌گذاری در همایش سالانه‌اش محکوم شد. این بار در آنتورپ بلژیک. باران هفته پیش جوان را با عکس‌ها و پرچم‌ها پرسش‌های زیادی بی پاسخ مانده، از جمله اینکه چه شد هوادار سابق مجاهدین به دشمنی با آنها برخاست، یا مهمتر چه چیزی شاعر را بمب‌گذار کرد. اگر بتونید ضربه اساسی رو به موقع و سر جاش بزنید. علی خردپیر، بی بی سی. زنان روستایی زهبدی در استان هرمزگان میگویند از نیروی انتظامی کتک خوردند، از جمله زنی که 8 ماه باردار است. اهالی روستا به ساخت نیروگاه خورشیدی در این منطقه اعتراض دارند و میگویند زمین ها متعلق به آنهاست. دهیار روستا میگوید پیمانکار یک شرکت چینی است. در ماه های گذشته برخورد خشن نیروهای انتظامی و شهرداری ها با فرودستان بارها به تیتر رسانه ها تبدیل شده و با واکنش های عمومی همراه بوده. جزئیات بیشتر در گزارشی از پرهام قبادی با این هشدار که برخی از تصاویر ممکن است برای بعضی از بینندگان آزاردهنده باشد. زنان روستایی که میگویند از نیروی انتظامی کتک خوردند. استخوان‌هایی که با ضربات میله شکسته. اینجا کجاست؟ روستای زهبدی در شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان است. اول از همه تیراندازیش کرد. این بچه هنیم هم بخواه. این دو تو با مریم بده. سه تو از بچه هنیم هم بله هزار قشش که خیسته تو هم. میگوید بعد از تیراندازی ماموران بچه ها از ترس بیهوش شدند. یکی از زنانی که کتک خورده 8 ماه باردار است. با تفنگ شما رو تهدید کردن، با چی کتکتون زدن؟ لگد زدن. کجا لگد زدن؟ شما باردار هم هستی؟ بله شما باردار. نمیفهمم بچه‌ش چیشه، نرفتم هنوز دکتر. درگیری با روستاییان دوشنبه اتفاق افتاده. زمینای پنل خورشیدی اونجاست و ما آنها به احداث یک نیروگاه خورشیدی در زمینهای اطراف روستا اعتراض دارند. میگویند این زمین آنهاست. دهیار روستای زهبدی میگوید پیمانکار یک شرکت چینی است. این شرکت یک شرکت چینی هست و با سرمایه‌گذارش بالاخره چینی هست، با همکاری دوستانی که در تهران هستن ایشون مجوزشون رو گرفتن. نیروی انتظامی استان هرمزگان کل اتفاق را تکذیب کرده. گفت دروغ محض است و هیچ گونه برخوردی توسط ماموران نسبت به اهالی روستا صورت نگرفته. اما وعده برخورد با کسانی را داد که تصاویر را منتشر کردند. گفت شناساییشان کرده. در ایران برخورد خشن ماموران انتظامی و شهرداری با تهی‌دستان سابقه دارد. کمتر از 3 ماه پیش ماموران شهرداری در همین استان در شهر بندرعباس آلونک زنی را خراب کردند، بی توجه به زجه کودکانش. زن آلونک نشین بعد از این اتفاق خودسوزی کرد اما جان سالم به در برد. این هم روستای ابوالفضل در خوزستان، کمتر از 6 ماه پیش. تیراندازی، تیراندازی. جای ساچمه روی بدن ساکنان روستا. آقا بیار آقا چی میخواد؟ پلیس آمده بود خانه هایشان را خراب کند که مقاومت کردند. شدن یگان ویژه اومده تخریب بکنه. بنیاد مستضعفان مدعی است که مالک این زمین هاست و روستاییان را به زمین خاری متهم کرده. ما زمین کسی را غارت نکردیم. غارتگر نیستیم. اینجا زمین های ما. زمان شاهنشاه وقتی کسند میخواستیم حق مشروعیت به عرب نمیدادن. میگفتن شما کشاورز هستیم، فقط میتونید کشت بکنین، بخورین تو این زمین ها. ماموران حتی طلبه ای که نماینده معترضان بود را هم بی نصیب نگذاشتند. و این آسیه پناهی، زنی کرمانشاهی که جانش را برای حفظ آلونکش از دست داد. به خانوادش وعده مسکن مهر دادند، وعده ای که هنوز محقق نشده. این نوه آسیه پناهی است. معتقد باشه هیچ مسکن نه خبری از خونه، حق مون حق مادرمون است. حتما پیگیری می‌کنم. در دیدار ماه پیش رئیس قوه قضاییه ایران از کرمانشاه،
11 روز پیش حکم 18 ماه زندان مأمور شهرداری که به مشارکت در قتل شبه عمد آسیه پناهی متهم بود به حبس تعلیقی تغییر کرد. به زبان ساده یعنی زندان نمی رود. یعنی محرومان، ستم دیدگان، از پا افتادگان، محتاجان. جمهوری اسلامی خود را همیشه نماینده و برخواسته از تهی‌دستان معرفی کرده. همین زاغنشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند. دولت جمهوری اسلامی سیاستی در جهت حمایت از قشرهای مستضعفین باشد. باید این خط در آینده ایران تعقیب بشود. اما 4 دهه بعد فرودستان نگران سقف‌های کوچک بالای سرشان و نگران حفظ زمین زیر پایشان هستند. پرهام قبادی، بی بی سی. 6 فوریه روز جهانی مقابله با ناقص‌سازی اندام جنسی زنان است. روزی برای آگاه‌سازی درباره اقدامی که گرچه فقط در بعضی از نقاط دنیا انجام می‌شود، اما دغدغه‌ای بین‌المللی است. بر اساس بعضی تحقیق‌ها، ناقص‌سازی اندام جنسی زنان یا ختنه در چند نقطه از ایران هم انجام می‌شود. در بسیاری از معاهدات بین‌المللی، ناقص‌سازی اندام جنسی زنان محکوم و خشونت علیه زنان و کودکان نامیده شده. جزئیات بیشتر از فرین آسمی با این توضیح که موارد مطرح شده در این گزارش ممکن است برای بعضی مخاطبان ناراحت کننده باشد. تیغ تیز سنت بر پیکر زنان، بریدن اندام جنسی زنان و دختران و ناقص سازی یا به قولی ختنه آنها برای کاهش میل جنسی، یا آنطور که برخی به غلط تصور می کنند پاکیزه و آماده کردنشان برای ازدواج، کاری که گاه در بدو تولد و گاه در سنین بالاتر انجام می شود و در بیشتر موارد انجامش پنهانی و غیر بهداشتی است، بدون داروی بیهوشی، با تیغ و چاقو و شاید کمی هم بتادین و داروهای محلی. هر بار درباره ختنه زنان میشنوم یا چیزی میخونم، دردی که تو بچگی تحمل کردم دوباره از اول میاد سراغم. درد اون تیغ تیز بدون بیهسی یا بیهوشی. الان که دارم در موردش صحبت میکنم تمام تنم درد میکنه. ولی درد جسمی در مقابل درد روحی کشیدم هیچه. فقط 5 سالم بود. کسی که من رو ختنه کرد مادر بزرگم بود. باورتون میشه؟ مادر بزرگم. مادرم هم کنارم بود. اصرار میکرد که تحمل کنم. هر دو خودشون ختنه شده بودن. مادرم رو هم مادر بزرگم ختنه کرده بود. مادرم میگفت میدونم درد داره ولی راهی جز ختنه نیست. هیچ وقت نتونستم ببخشمش. هیچ وقت. پیچیدگی های ناشی از ناقص‌سازی اندام جنسی گاه تا آخر عمر با زنها میماند. از جمله این پیچیدگی ها دردهای شدید، خونریزی شدید، التهاب بافت‌های واژن، تب، عفونت مجاری ادرار، مشکل در دفع ادرار، عفونت واژن، مشکلات ناشی از شوک روحی و گاه مرگ است. دختران رو به زور وادار میکنن از طریق یک نفر که مسن توی محله یا توی شهر یا توی آبادی که با یک تیغ آلت تناسلی دختره را قطع میکنه. این چند شکل داره، البته تنها یک شکل نیست. بعضی وقتا که فقط کلیتوریز زنا رو میبرن قطع میکنن، یک نوعشه. یک نوع دیگه‌اش هست که لبای داخلی و لبای خارجی آن رو قطع میکنن و باز میدوزن. نوع سوم آن بدترین حالتشه که لبهای داخلی، لبهای خارجی، کلیتوریز دختر بچه رو میبرن، همه رو میدوزن و تنها یک سوراخ برای دب ادرار و یا پریود عادت ماهانه میذارن، مثل اینه که آلت تناسلی مرد رو قطع کنن. و این چه تأثیری برای زندگی یک مرد داره؟ قطع کردن آلت تناسلی دختران به هر نسبتی همون تأثیر را در زندگی دختران داره. آمار دقیقی از ختنه زنان در ایران و جهان وجود ندارد، اما بر اساس آمار یونیسف همکنون دست کم 200 میلیون دختر و زن زنده در 31 کشور دنیا وجود دارند که ختنه شدند. در 3 دهه گذشته ناقص‌سازی اندام جنسی زنان به طور کلی کاهش داشته. این روزها حدود 1/3 دختران 15 تا 19 ساله در 31 کشور دنیا ختنه می شوند، در حالی که 30 سال پیش این آمار 1 نفر از 2 نفر بود. 9 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای تصویب کرد و در آن خواستار از بین رفتن کامل ناقص‌سازی اندام جنسی زنان شد.
بر اساس برخی تحقیق‌ها در ایران هم هنوز در نقاطی از استان‌های هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی ناقص‌سازی اندام جنسی زنان انجام می‌شود. قانون مجازات اسلامی برای قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن دیه تعیین کرده و میان باکره و غیر باکره، خردسال و غیر بزرگسال و سالم و معیوب فرقی نگذاشته. اما چرا با همه مخالفت‌ها جلوی این کار هنوز به طور کامل گرفته نشده؟ در این رابطه و در رابطه با خیلی از فرم‌های خشونت علیه زنان هیچ اقدامی نه تنها نمی‌کنند، بلکه اونو بوده خانواده‌ها گذاشتن و در این رابطه اون رو تایید می‌کنند. در نتیجه جمهوری اسلامی ظرفیت اینو نداشته تا حالا که بخواد روی این موضوع تغییری به وجود بیاره. خیلی از فعالین زنان و کمپینرهای زیادی توی ایران خودشون علیه این مسئله اقدام کردن و تونستن تا حدی وضعیت رو عوض کنن. ناقص‌سازی اندام جنسی خیلی از زنها و دخترها در ایران به واسطه مادرشون یا یک زن دیگه از اعضای خانوادهشون انجام میشه. روزهای مثل امروز ممکنه که جلوی ناقص‌سازی اندام جنسی زنها رو نگیره، اما آگاهی دادن راهیه برای مقابله با اون. فرین عاصمی، بی بی سی. به تازگی گروهی از مهاجران افغان مقیم تاجیکستان برای اولین بار در جشنواره تفریحی ورزشی زمستانی شرکت کردند. این جشنواره در پیست سفید دره در نزدیکی شهر دوشنبه برگزار شد. خبرنگار ما سهراب ضیا در سفر مهاجران افغان به سفید دره آنها را همراهی کرده. کوه و برف و یخ و تمیزترین هوا، این همه را می شود در حدود 70 کیلومتری شمال شهر دوشنبه در منطقه ورزاب پیدا کرد. در مکان بازمانده از زمان شوروی که 5 سال پیش بازسازی شده و اکنون در زمستان ها مکان شلوغ است. سفیدره تنها پایگاه اسکی در تاجیکستان است که در ارتفاع بیش از 2500 متر قرار دارد. امروز این مکان مهمانان ویژه دارد. مهاجران افغان مقیم تاجیکستان که در یک اقدام بی‌سابقه برای شرکت در جشنواره تفریحی ورزش‌های زمستانی اینجا تشریف آوردند. سفیر افغانستان در تاجیکستان سفیددره را شبیه منظره‌های سالنگ و پنشیر با میان و بدخشان و پکتیا دانست. او گفت که سفری بیش از 400 مهاجر افغان به پیست اسکی سفیددره به خاطر تفریح و استراحت آنها و جذب گردشگران افغان در آینده به تاجیکستان بوده است. فضای سفیددره مملو از صدای آهنگ و ترانه های افغانی بود و زمینش ضرب پای ده ها مهاجر افغان را احساس کرد. که بگویم یک تبدیل هوا به همه شد، به کسایی که محصل بودند، به کسایی که شاگرد بودند و به کسایی که اینجا زندگی میکردند. هوای یخش بسیار یک مزه خاص داره و من از هوای یخش بسیار لذت میبرم. این خانواده یک سال و نیم پیش از پایتخت افغانستان به تاجیکستان مهاجرت کرد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا تا حالا امکان دیدن سفیددره را نداشته. برای فامیل، برای همه یک تفریح واقعا خیلی خوب بود، یک جای خیلی خوب است. مشکل کشور ما یگانه مشکل امنیت نیست فعلا. فعلا تو گشت و گذار آزادانه نمیتونیم. در میان مهاجران تازه از راه رسیده ها هم بودند، مثل این خانم که حدود 2 ماه پیش همراهی شوهر و دختری کوچکش از کابل به دوشنبه آمده. به خاطری که بتونیم خود حفظ کنیم از این جنجال ها و از این جنگ هایی که هست، جنگ های داخلی بخصوص انتحار و انفجارهایی که هست، مجبور شدیم که بیاییم در این کشور. کاش در کشور ما امنیت برقرار می بود و ما هیچ وقت مهاجر نمی شدیم. بسیاری از مهاجران به بازگشت صلح در کشورشان باور ندارند. برخی های دیگر اما صلح را شدنی می دانند. والا ما 40 سال است که به همین امید چشتیم، اما او رقمی که گذشته و تاریخ بر ما گفته بسیار سخت است که ما امیدوار باشیم که آیا صلح حتما میایه یا نه. با امید صلح سرتاسری در کشورم، انشالله که ما جوانان آینده سازان وطن هستیم و صلح اگر کلانا آورده نتونستن ما جوانان میاریم. حالا نزدیک 5000 افغان در تاجیکستان زندگی میکند. روند مهاجرت آنها به تاجیکستان از 2 دهه سال پیشتر شروع شده بود.
در گذشته ها وقتی که در افغانستان جنگ بود، شما میفهمین که او وقت مهاجرت ها به پاکستان و ایران صورت گرفت و او وقت هم در حیام جنگ ها مشکلاتی در این طرف موجود بود. بعد از استقلال تاجیکستان که امروز یک کشور خود مختار و صاحب استقلال است، من فکر میکنم که افغان ها زیادتر علاقمند هستند که در این دیار بیاین و تفریح بکنن، سیاحت بکنن، سرمایه گذاری بکنن. مهاجران افغان از حق تحصیل و سلامتی و کار در تاجیکستان برخوردارند و برخی از آنها تحت حمایت سازمان ملل متحدند. اما نرخ بالای بیکاری در تاجیکستان و اقتصاد ضعیف این کشور روی استاندارد زندگی آنها هم به تاثیر نبوده. با این همه اولین جشنواره تفریحی در سفیدره زندگی این مهاجران افغان را در غربت دست کم برای یک روز به حال و پررنگ تر کرده. سهراب ضیا، بی بی سی، پیست اسکی سفیدره. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.